بعضی سیستما میگن جهت جنوب و شمال برای تشخیصش مهمه. اونقدر مهم نیست که بعضیا مطرح میکنن، در یابنده هایی که میتونه فلز رو در آن واحد بگیره، یعنی در جا وقتی فلز رو بهش نشون بدی بگیره، تفکیک کنه یا مشخص کنه. نوع جستجو یا روش جستجو انقدر با شمال و جنوب بودن ارتباط نداره یا اثرگذار نیست. ببینید یه فلزیاب مغناطیسی که پالسی وی ال اف تی آره، از هر جهتی که به هدف برسی یا به هدف در حین هدف یا با هدف برخورد بکنه، تغییر صدا داره یا ایجاد صدا میکنه. البته این در صورتی که در دیدش قرار بگیره یا توان گرفتن اونو حالا در سطح یا در عمقی که تعیین شده داشته باشه. چرا اینجا فلزیابای مغناطیسی مثل پالسی وی ال اف تی آر بی اف آی بی مثال زده میشه؟ چون اینا با مغناطیس کار میکنن و زمینم مغناطیس داره، ولی ارتباطی یا اثری قطب زمین یا قطبین زمین یا جریانات مغناطیسی زمین توی عمل کرد یا در روش عمل کردی فلزیابای پالسی وی ال اف تی آر بی اف نداره و تفاوتی تو پاسخش این که از سمت شمال بری یا جنوب بری نخواهد داشت. یابنده های مغناطیسی با توجه به اینکه زمین حالت قطبین داره، آهنربایی خیلی بزرگیه یا دو آهنرباست یا حالا قطبای آهنربایی متفاوت داره، به هر زبانی که با کلامی که بخوای بگی، جهت جنوب و شمال تأثیر مستقیمی در کارش نداره. گفتیم سیستم های پالسی وی ال اف تی آر بی اف رو گفتیم چون اینا مغناطیسی هن دیگه، باید خب خیلی اثر بذاره اگه قرار باشه اثر واضح و بسیار فاحشی داشته باشه، در نتیجه اثر خاصی نداره. ولی خب توی بعضی فانکشن ها، شانکشن جنراتور ها، یونیابا یا مگنومتر ها میان میگن که از سمت جنوب شمال عمل کنید. ببینید اینا تو تشخیص اولیه فلز یا ترال نمیگیره که شو در زمان تمرین بتونی متوجهشی چی جوری در عمل میکنه که عملا اثبات بشه که حرکت از سمت جنوب و شمال چه تأثیری بر واکنش فانکشن جنراتور یون یا با یا مگنومتر داره. البته این موضوع در مورد جریانات و موضوعات مربوط به منابع مواد ماده و فلزات نیست، اونا بحثش سواست. اینجا تشخیص پاسخ از جنوب به شمال یا جهت جنوب به شمال در مورد تفکیک یا جداسازی یا تشخیص فلزات.